کمیته روابط خارجی پارلمان عراق طرح مشترک دولت عراق و رژیم ایران برای بستن کمپ اشرف را غیرقانونی اعلام کرد. کمیته روابط خارجی پارلمان عراق اعلام کرد دولت مالکی با تشکیل یک کمیسیون مشترک با رژیم ایران برای بستن کمپ اشرف که محل استقرار هزاران مخالف رژیم ایران می باشد قانون را نقض کرده است. ارکان ارشد نماینده پارلمان عراق از لیست العراقیه گفت در مورد تشکیل این کمیسیون یا کارهایی که برای آن در نظر گرفته شده هیچ اطلاعی به کمیته روابط خارجی پارلمان داده نشده است. این نماینده پارلمان عراق گفت هفته آینده ما از دولت خواستار توضیح در مورد این کمیسیون و ماهیت کارکرد آن خواهیم شد. شاکر کتاب از سخنگویان العراقیه از دولت عراق خواست تا به هیچ کشور خارجی اجازه دخالت در تصمیم گیری های سیاسی را ندهد. به اضافه کرد که موضوع بستن قرارگاه اشرف یک پرونده عراقی است و رژیم ایران نمیتواند در آن دخالت نماید. به افزود العراقیه هیچ توجیهی برای کمیته‌ای که دولت عراق با رژیم ایران برای رسیدگی به موضوع بستن قرارگاه اشرف تشکیل داده است نمی‌بیند. شاکر کتاب گفت این پارلمان عراق است که در رابطه با منافع عراق بر سر ماندن و یا نماندن قرارگاه اشرف نظر می‌دهد. شوان محمد طه نماینده پارلمان از اتحاد کردی نیز گفت ما اجازه دخالت طرف‌های خارجی در این موضوع را نخواهیم داد. دولت عراق باید حقوق بشر را در رابطه با ساکنان اشرف رعایت نماید و باید در جستجوی یک راه حل قانونی برای این مشکل باشیم. رسانه‌های عراق با انتشار این خبر نوشتند روز شنبه در اجلاس مبارزه با تروریسم در تهران رئیس جمهور عراق جلال طالبانی گفت که یک کمیسیون سه‌جانبه با شرکت رژیم ایران و دولت عراق و صلیب سرخ به منظور بستن کمپ اشرف تا پایان سال جاری تشکیل شده است. اما صلیب سرخ بین المللی بلافاصله بیانیه رئیس جمهور عراق را تکذیب کرد و اعلام نمود صلیب سرخ به هیچ وجه چنین توافقی نکرده است. صلیب سرخ به فعالیت‌های انسان دوستانه مستقل خود در قبال جامعه 3400 نفری مستقر در کمپ اشرف ادامه خواهد داد.